عزیز برنامه اندیشه از طریق تلویزیون زرین، امید که هفته اول سال نو با خوشی سپری کرده باشین. و اینک باز هم من شهلا پوپل با پیشکش برنامه امروز در خدمت شما قرار دارم و امیدوار هستم که برنامه امروز مورد علاقه و دلچسبی شما قرار بگیرد. برنامه امروز ما به دنباله برنامه تقریبا یک هفته پیشتر یا به ارتباط امپراتوری مغلها در هند است و امیدوار هستم که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار بگیره. اما در شروع ما کوشش میکنم که مختصر در مورد شاههای مغلی فقط یک یادآوری میکنم و بعد در مورد شاه جهان یکم صحبت میکنیم و بعد از او متباقی برنامه رو پیشکش میکنم که در لابلای برنامه با موسیقی هم خدمت شما تقدیم خواهد شد. در شروع میریم به یک آهنگ زیبایی که از فارسی و اردوس، امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیرد. बोले बोले दिल तेरा नाम।
دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این آهنگ زیبا لذت برده باشین و قراره که گفتم فقط یک مرور کوچک یا کوتاه در مورد چیزی که در هفته های گذشته در مورد امپراتوری مغول ها داشتیم تقدیم میکنم که امپراتوری مغول ها از بابر شروع شد که بعد از او که او البته تمام این سلسله شاهان مغولی در هند اینا خدمات زیادی در قسمت پیشبرد یا توسعه زبان فارسی و فرهنگ خراسان زمین بسیار زحمت کشیدن و هم باید یادآوری کنیم که بابر نه تنها در هند بلکه در افغانستان یا خراسان زمین در کابل خدمات زیاده کرد و بعد از او پسرش همایون به تخت می نشینه که همایون بعد از یک مکسیکوتایی که به دولتش می آید که شیرشای سوری آگره را می گیره دوباره با همکاری صفوی های ایران یا فارسی او زمان دوباره می آیه و آگره را می گیره و به می ترتیب بعد از او اکبر که بهترین دوره کلاسیک مغول ها شروع می شه از زمان اکبر که بسیار زیاد یک شخص دموکرات است، بسیار آزادی دین و هم بسیار زیاد خدمات ارزنده در مورد فرهنگ، زبان و هم آرت میکنه و هم کتابای زیاد نوشتش در او زمان که آیین اکبری هست، اکبرنامه هست و هم توحید الهی، این کتابایی است که در او زمان نوشته شد و هم نگفته نمانه که تمام درباریان، یعنی نمیتونم تمام بگیم، زیاد کسانی که در دربار بودن به شمول شاههای مغول همه شاعر بودن، خانمایشان، حتی دخترانشان، پسرانشان زیاد شعر در شاعرها در دربار جمع میشدن و شعر و موسیقی و یعنی رقص و ای بزم ها بسیار زیاد بود و حتی شاعران و ادبا از سراسر خراسان زمین، آسیای مرکزی و هم فارس که ایران امروزی هست در اونجا جمع می شدن. بعد از اکبر پسرش جهانگیر میگه که جهانگیر دوره جهانگیر بسیار زیاد یک دوره عالی از نگاه ساینس، از نگاه آرت، از نگاه عدالت و از هر نگاه بسیار زیاد یک دوره عالی است و قراره که گفتیم خانمش هم نورجهان بیگم که اصلا از خراسان زمین بود که خانم بسیار زیاد برجسته و خانم بسیار تحصیل کرده و بسیار زیبا و در امور تمام دولت را به دوش میگیره و بسیار زیاد یک زن با رسوخ در دولت میباشه و هم گفتیم که خب جهانگیر از این خانمش که نورجهان بیگم بود هیچ بچه دار نمیشه، یعنی دختر پسر نداره و نورجهان از شوهر اول خود یک دختر داره به نام لادیر که ایره کوشش میکنه به یک پسر جهانگیر که به نام شهریار است با او ازدواج میکنه دخترش و کوشش زیاده نورجهان ایست که میخواه شهریار جانشین جهانگیر شود که در اینجا چون شاه جهان که شهاب الدین محمد خرم است ای بسیار زیاد زحمت میکشه و به بسیار جنگ ها میره و هم ای جهانگیر ببخشین شاه جهان بسیار زیاد یک بسیار با شهامت است و در چند جنگی که در دکن در کشمیر رفت و موفق آمد پدرش او را لقب شاه جهان داد و خرم نام دیگهش بود که اکبر پدر کلانش یا پدر بزرگش برش
ای لقب داده بود و تا سن 14 سالگی پیش پدر بزرگ خود که اکبر باشه بزرگ میشه و 14 ساله می باشه که اکبر وفات میکنه و ای دوباره پیش پدر خود جهانگیر میاد و زیادترین توجه به تحصیلات شاه جهان میشه هم در امور ساینس، یعنی یک تحصیلات بسیار براد بسیار وسیع در هر مورد، در هر موردی که برای یک شاهزاده یا در مورد یک ولیعهد باید باشه، مثلا از آرت تا شعر تا دولتداری، اداری، نظامی و تمام اینا ای ترین میشه و حتی به نظامی و اینا بسیار زیاد ترین میشه که در اینجا بعد از این که جهانگیر وفات میکنه این چیزایی است که ما یک هفته قبل ای را گفته بودم، فقط یک تکرار است. بعد از این که جهانگیر فوت میکنه یک جنگ بین شاه جهان و برادرش شهریار میشه که در اینجا نور جهان بیگم در پهلوی شهریار که دامادش هست و چون او میبینه که شهریار یک آدم ضعیفتر است و این نمیتوانه که نفوذ زیاد به دولت داشته باشه، چون تمام آرزوی نور جهان بیگم است که امون نفوذ و امون قدرت که به دولت داره امون را نگاه بکنه و میفهمید که شاه جهان بسیار زیاد یک شخص قوی و بسیار دلیر شجاع و کسی است که وقتی او شاه شوه اصلا جای برای نور جهان بیگم نمی بود، یعنی تحت نفوذ او نمی رفت. بنان ای دو برادر با هم جنگ می کنن و بسیار قریب است که شهریار موفق شود که در اینجا آصف خان برادر نور جهان در اینجا یک پلن که فریبکارانه پیش میبره، چون سالهای سال حسادت به خواهرش میکرد چون حکم روای امپراتور مغلها بود، بنان ای در خفا با شاه جهان یک جا میشه و خواهر خود فریب میته و با کمک او شاه جهان موفق میشه و به تخت مینشینه که در اونجا حال شروع میکنیم به این که شاه جهان در 14 ساله بود، در 14 سالگی خود برای اولین بار ممتاز محل میبینه. ممتاز محل کیست؟ که اسمش ارجمند بانو هست. ارجمند بانو برادرزاده نور جهان است، یعنی دختر آصف خان است. آصف خان می که با شاه جهان کمک کرد که او به تخت بنشینه و ای در 14 سالگی عاشق ارجمند بانو میشه و ارجمند بانو هم در اصل از خراسان زمین است و در ای عاشقش میشه و بالاخره در وقتی که به تخت بنشینه ای با کمک آصف خان که پدر ارجمند بانو هست با او ازدواج میکنه و او را ملقب میکنه به ممتاز محل و اینا بسیار زیاد همدیگر را دوست داره، یعنی عاشقانه ترین و بهترین روابط زن و شویی که بوده فقط در شاه جهان و امی ارجمند بانو یا ممتاز محل بوده اینا و در حالی که زیادترین دخترها آرزو داشتن که با شاه جهان ازدواج کنند، اما شاه جهان قبلا هم دو ازدواج دیگه داشت که او به اساس سیاست بود که یکی از صفوی ها بود و یکی هم از قندهار که از خانم دیگرش از قندهار بود که در او زمان قندهار هم زیر تاثیر صفوی ها بود و بعد از این که و در ضمن ممتاز محل
خانم بسیار زیاد تحصیل کرده بود و این یک در حقیقت مشاور خصوصی شاه جهان هم بود و شاه جهان زیادترین علاقهش یکی به شعر و موسیقی و آرت بسیار زیاد بود و در پهلوی او بسیار زیاد علاقه به فتوحات داشت، بسیار زیاد، به اندازه. و در زمان ای بسیار زیاد قلمرو مغول‌ها بسیار زیاد پیش رفت، بسیار زیاد پیش رفت که حتی اینا به غزن قنده ها رو گرفتن، به غزنه رفتن و بسیار زیاد پیشروی کردن. خب کابل تا پشاور و تا ایجای خود به دست اینا بود، اما قسمت های غزنه و کندهار هم از صفویان گرفت. دوره شاه جهان یک دوره بسیار زیاد موفق بود، برای ای که ای باز هم امو ریلیجن تولرنس، یعنی امو تحمل دیگر مذهب را داشت، اگرچه یکم از زیادتر نظر به جهانگیر و نظر به اکبر از زیادتر طرف اسلام زیادتر گرایشش زیادتر بود، اما بازم بسیار زیاد احترام به ادیان دیگر، به فرهنگ های دیگر داشت. اما در قسمت زبان فارسی و فرهنگ خراسان زمین بسیار زیاد ای زحمت کشید و دربار شاعرها و یعنی بسیار رونق یافت در زمان زبان فارسی، یا فارسی دری یا فارسی، خب به صورت عموم فارسی. و هم چیز دیگه که شاه جهان کرد که برادر خود شهریار را کشت. وقتی که شهریار بغاوت کرد و اینا جنگ کردن، برای که خواست او را به کلی از راه خود دور کنه، او را کشت. و هم پسر دیگه جهانگیر که به نام خسرو بود که او را جهانگیر کور کرده بود، او را هم شاه جهان او را هم کشت، چون نمیخواست که برش پسندتر برش مشکل ایجاد شوه. به هر حال دوره شاه جهان یکی از بهترین یک دوره طلایی دوره از مغول‌ها بود که تمام بهترین چیزی که در دوره شاه جهان بود که کم متفاوت تر از دیگرا بود که یک دیپلماسی بسیار عالی را در هند شروع کرد و دیپلمات فرستاد به کشورهای اروپایی و ترکیه و فارس و خراسان و هم از اونا در مقابل دیپلمات ها داشت. و دوره شاه جهان یکی از بهترین دوره هایی بود که در تاریخ هند هم از نگاه قلمرو، هم از نگاه دیپلماسی، هم از نگاه سیاست، هم از نگاه بازرگانی، از هر نگاه یک دوره بسیار زیاد طلایی بود. و حال میریم به یک اعلان بازرگانی، با ما باشه. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن شما پرداخته می شود. اگر توسط عبدالرسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. بانکوئت هال و رستوران میراش با شکوه‌ترین و مجلل‌ترین رستوران افغانی در امریکا آماده پذیرایی از شما همیهنان عزیز می باشد. بانکوئت هال و رستوران میراش بهترین و با شکوه‌ترین مکان برای مراسم عروسی، شیرنی خوری و سالگره می باشد. شما همچنان می توانید فاتحه و ختم قرآن را در این مکان برگزار نمایید.
ما در بانکوت هال و رستوران میراش از عالی ترین مواد برای تهیه غذاهای خود استفاده می کنیم. غذاهای لذیذ و اصیل افغانی در بانکوت هال و رستوران میراش خوشمزه ترند. ساعت پذیرایی سه شنبه تا یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 8 شام، جمعه ها و شنبه ها از 11 صبح تا 9 شام. آدرس 22731 Aspen Street, Lake Forest, California. تلفن 949-716-4323. I owe the IRS $10,000. I owe the IRS $20,000. The IRS garnished my wages. They put a lien on my house. The IRS is the most powerful collection agency in the world. They do not give up until you pay. I couldn't sleep. We were being audited. I called Tax Solutions Now, and a great big weight was lifted off my shoulders. I called Tax Solutions Now, and they got the IRS off my back. Tax Solutions Now had my wage garnishment lifted in 48 hours. Tax Solutions Now can get you help. Our agents know the rules, can stop the pain, and get you the best deal. We saved our home and overcame the most powerful collection agency in the world. We connect you with a team of former IRS agents and tax professionals who get the IRS off your back. Time is running out. Call Tax Solutions Now. Call 800-601-2913, 800-601-2913. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است. بینندگان عزیز، برمیگردیم به مطابقه برنامه. قراره که گفتیم شاه جهان یکی از موفق ترین از شاههای مغول در هند بود و بسیار زیاد در بین مردم شهرت خاص داره، چون زیادتر یک چی که چرا خاص است به خاطر تاج محل است و هم چیزی که در مورد شاه جهان است که ما گفتیم که دو خانم دیگه هم داشت، اما در مقابل او دو خانم اصلا کدام احساس کدام روابط دیگه نداشتن و او خانم ها فقط خوش بودن که ملکه دربار بودن و به می اکتفا می کردن. اما خود شاه جهان در جنگ، اگر در تفریح، جنگ یا در لشکرکشی، هر جایی که می رفت خانمش باش همراه می بود و هیچ وقت حتی میگن برای یک ساعت هم از خانمش دور نبوده.
ممتاز محل تقریبا 13 طفل داشت و و اینا وقتی که به یک چی میرن به تصرفات میرن به یک لشکرکشی میره شجان و خانمش باش میره و ای در دکن که از چون شاهان مغلی بعد از همایون اینا پایتخت را به آگره بردن از دهلی به آگره انتقال دادن و ای همیشه در دکن در قسمت در امی قسمت هند همیشه مشکلات خلق میشه چون زیادتر راجپوت ها و ماراتا ها اینا تماما اختشاش میکردن با وجودی که اینا کوشش کرده بودن که یک روابط صلح آمیز با ایشان داشته باشن اما بازم در بینشان همیشه یک جنجال ها باوجود می آمد تا ای که بالاخره شاه جهان تصمیم گرفت که این شورش راجپوتا و ماراتا ها را برای همیشه خاموش کنه و این به یک جنگ طولانی رفت که بعد از 2 سال بسیار زیاد موفقانه از این جنگ برگشت با وقتی است که خانمش حامله هست و بعد از چندی که خانمش ولادت میکنه با طفل 14 خود فوت میکنه و نظر به کمخونی یا خونریزی های زیاده که یا پیچیدگی زیاده که در تولد دخترش میباشه از بین میره و این بسیار زیاد یک صدمه بزرگ در روح روان شاه جهان باقی میگذاره و اما قبل از این که ممتاز محل فوت کنه از این یک وصیت میکنه و بر او میگه که میخواید که آرامگاهش قسم ساخته شود که در دنیا بی‌نظیر باشد و او بسیار آرزو میکنه که یک آرامگاه زیباترین آرامگاهی که در دنیا بی‌نظیر باشد و وقتی ای خب شاه جهان البته که او را اوکی میکنه و در مقابلش پاسخ مثبت میده اما این فوت خانمش بر روحیه از این بسیار اثر ناگوار میگذاره که حتی گفته میشود که تا 3 روز نان نمیخوره و تا 8 روز خود را در یک اتاق زندانی میکنه و شاه جهان برای 2 سال در دربارش نه دیگه ساز می باشه نه موسیقی نه شعر و شاعری و نه دیگه زیور می پوشه نه عطر استفاده می کنه و در مدت 2 سال سرش سفید می شه تمام موهاش سفید می شه و دردناکترین دوره حیاتش می باشه چون که وقتی که ممتاز محل فوت میکنه 37 سالش میباشه و در او وقت شاه جهان 36 سالش میباشد و بالاخره ای برای امو وصیت نامه که از خانمش است او را میکنه و تقریبا ای چی میکنه ای فرمایش میده که باید تاج محل باید ساخته شوه و ای زیاد وقت خود بعد از او ای مصروف امی رویاهای خانم خود و امی تاج محل می باشه و تاج محل خود یکی از زیباترین و هفتمین یا از 7 عجایبات دنیا هست که بسیار زیاد زیبا است و ای در حقیقت ای در جمله جز فهرست میراث اسلامی یونسکو ثبت شده و یکی از مهمترین تعمیر و اعمار و آرتیتکچر در تمام دنیا هست و حال میریم به یک موزیک و دوباره برمیگردیم. موسیقی
तुझे देखा जब ताज महल देखा फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। दोस्तान अजीज अल मेरेम बा ساختمان یا به امو ساختار تاج محل تاج محل در آگره در شهر آگره هند موقعیت داره که در مقابل کاخ چی هست ردفورد است که در اینجا در مقابل از این دریای هست که او را از ردفورد یا کاخ یا قصر سرخ جدا می کند قصری که شاه مغلا در اونجا سلطنت می کردن و ای با خود امی به نام باغ مغل هم یاد می شه و چیزهایی که در ای هست تقریبا 4-5 چیز ای امارت مشتمل است یکی امی گیت یا دروازه ای هست و یکی باغش است و دیگر مسجدش است و منارهایش است و مقبره هست و امی ساختمان حوزه که هست در مقابل از ایک به نام حوزه کوثر هم ایره یاد می کردن و ایره شای جهان به ارتباط یعنی ایره به شکلی که در قرآن شریف آمده که بهشت ایره به شکل بهشت یعنی 4 قسمت تقسیم کرده و در مقابلش حوض کوثر نهاده و این قسم تیار شده که چون در این طرف در قسمت مقابل ای دریا وجود داره و ای در برای ای که ای می تاج محل در قسمت آفات طبیعت به امان بانه مخصوصا از سیلاب ها زلزله ها در قسمت 4 طرفش منارها بند شده و بسیار زیاد دومز یعنی گنبد زیاد داره تقریبا در حدود 22 گنبد کوچک و یک گنبد بسیار بزرگ داره که ای را بسیار زیاد استوار نگه میکنه و در ضمن تهداب ای بسیار عجیب است ای 3 طبقه تهداب داره تهداب اولش مثل ستونها هست در تحت ای و بعد از ستونهای بزرگی که او ستونها در داخل آب هستند و بعد بروی او ستون یک بخش دیگه بزرگ دیگه که بسیار زیاد زخیم است گذاشته شده و بعد بروی او دیگه طبقه دیگه گذاشته شده برای ای که نتانه حتی اگر آبخیزی ها شود نگذارد که ای یعنی تحت آب شود یا صدمه یا آسیب به او برسند و هم ای در ساختن تاج محل تقریبا گفته شده که 22,000 کارگر گماشته شده بود این کارگرها تنها از هند نبودند از فارس از هند از ترکیه از خراسان و از هند و اینا تعداد اینا 22,000 و اینا مشتمل به مثلا کارورز کسایی که کندکاری میکردن استادان بودن یا کسانی که رسام بودن نقاش بودن کالیگرافر بودن کسایی که خوشنویسی یا خطاطی میکردن و هم کارگرایی که کار شاقیش میکردن اینا همه و 1,000 فیل گماشته شده بود که کار کنه یعنی 1,000 فیل امو یعنی
وسایل یا چیزایی که ضرور بود برای می ساختمان او را بالا و پایین می کردن. و در ضمن ای چیزایی که دهی استفاده شده وایت ماربلز، یعنی ای مرمر سفید، در ای کاملا مرمر سفید، مگر این مرمر سفید تنها یک مرمر نبود، این مرمر از چین، مرمرهای مختلف و از خراسان و از هند دی استفاده شده و ای و همچنان بر علاوه این مرمرها، بسیار معذرت میخوام، بر علاوه که این مرمرها استفاده شده، این سنگهای بسیار قیمتی استفاده شده، این سنگهای قیمتی مثلا جید و زمرد، این جید و زمرد از کشورهای دیگه خواسته شده و هم از اروپا، از آسیای مرکزی و از جاهای مختلف هند و از خراسان که زیاد لاجورد در اونجا، ببخشین، زمرد در اونجا بوده و هم لاجورد از خراسان زیاد خواسته شد، چون خراسان زیاد جای لاجورد است، از اونجا خواسته شد یاقوت یا لعل پیازی که او هم از خراسان آورده شد و از دیگر کشورها، از ترکیه و دیگر جایا، و هم از فیروزه، بهترین فیروزه هایی که از اصفهان، از ایران خواسته بود و هم کریستال ها بسیار استفاده شده، بسیار زیاد جواهرات به استفاده شده که که بدبختانه قسمت زیاد از ایره وقتی که انگلیس ها بعد از مغل ها آمدن به یغما بردن قسمت زیادشه. و حال میریم به می سنگای زیبا که از سنگای مرمر اینجا میبینین که رنگای سبز اینا همش ای سنگای قیمتی هستن. میریم به بله اینجا میبینین این ظرافت کار و این زیبایی از ایرا که چقدر زیبا هست. و هم در اینجا کالیگرافی یا امی قرآن شریف اینا به بسیار به زیبایی به چهار طرف بلدینگ اینا تزئین دادن. و اینجا میبینین که اینجا جید و میبینین لعل پیازی و هم لاجورد و تمام اینا استفاده شده و این چقدر ای زیبا هست. در اینجا میبینین که همه جید استفاده شده، در ای جید و یاقوت و لعل استفاده شده و این هم یکی از دیزاین های بسیار زیبایی که بروی سنگ ها شده که این تمام اینا تقریبا از سال 19 از ببخشید از سال 1631 شروع شد تا 1653 ای دوام کرد و طراح ای بلدینگ کی بود؟ به نام احمد لاهوری، استاد احمد لاهوری بود که طراح اصلی از این بود. ببینین این زیبایی و اینجا فیروزه زیبایی را که در اینجا میبینین، این فیروزه اصفهانی و هم در اینجا میبینین که چقدر یک کندنکاری زیبا هست و تمام این کار در حدود بسیار زیاد وقت گرفت تا که این آماده شد. و البته در داخل این قسمت تحتانی از این امو آرامگاه یا قبر اردو اینا هست از ممتاز محل و از شاه جهان و طبقه دوم اینا فقط like fake هست، یعنی مقبره از اینا هست اما ساختگی هست و هم مهمانخانه داره، یعنی در تنها تاج محل نیست، مسجد هم هست و هم یک مهمانخانه هم در باقی ای وجود داره و هم قراره که ما گفتیم که شاه جهان بعد از این که ایره به اتمام میرسانه فقط تمام آرزویش ای است که فقط بره و ایره ببینه و خاطرات زندگی خود به اونجا تازه بکنه. اما متاسفانه که بعد از این که ای ساختمان به پایان میرسه، پسرش اورنگزیب
برای ای که میخواه که خودش جانشین باشه و نمیخواه برادرش داره شکو که یک مرد بسیار عالم و بسیار زیاد فهمیده و نویسنده بود، این نمیخواه که او جانشین پدرش شوه. بالاخره ای چی کار میکنه که پدرش رو زندانی میکنه در امی کاخ آگرافورت که ردفورت هم میگن و یا میگن قلعه سرخ، در اینجا پدر خود را اسیر میکند که فکر کنم سالش است 1638 است که در جون او را اسیر میکنه، اما در جولای خودش به تخت شاهی مینشینه. دوستان عزیز، آل میریم به یک آهنگ دیگر و بعد برمیگردیم به متبقی برنامه. بینندگان عزیز، امیدوار هستم که از این آهنگ لذت برده باشین. و چند چیز دیگری که باید یادآوری کنم، ای که تاج محل تمام مصارفش بسیار زیاد شد. یعنی اگر به مصارف امروز حساب کنیم به دلار، تا 1 میلیارد
دلار مصارف داشت و هم اشای جهان میخواست که بعد از ختم ای میخواست که یک تاج محل دیگه سیاه با بسازه که او از مرمر سیاه یعنی از میخواست به عین شکل اما رنگ سیاهش بسازه اما متاسفانه که به او اما نیافت چون پسرش او را زندانی کرد اما در مدت 8 ساله که نزد پسرش زندانی بود در آگرا فورت و میگن که یک آینه داشت که به او چون فرسنگ ها فاصله داشت امی ردفورد با چی تاج محل از او طریق تاج محل می دید و عشق می ریخت به یاد خانمش و تاج محل تا ای که فوت کرد بعد تا 8 سال دیگه و باید گفته شود که قرار که من قبلا هم گفتم که در سال 1983 میلادی ای تاج محل جزو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و به نام مروارید هنر اسلامی در هند ملقب گردید و هم باید بگویم که یکی از چیزهای بسیار جالب عزیز که بسیار کشورها تقلید کردن نمیتونم بگویم بسیار کشورها بعضی جایها تقلید کردن اول یکی از او که آقای ترامپ یک تاج محل در اتلانتیک سیتی نیوجرسی امریکا هم ساخته و هم در بنگلادش که ساخته شد و هم یکی دیگه است به نام در خود اند که اورنگزیب بازور ساخت به نام خانم خوش به نام بیبیکا هم ساخته شد که یعنی از شهرت زیاد برخوردار شد و و هم گفته میشه که سالانه در حدود 2 تا 6 میلیون و حتی زیادتر مردم برای یعنی ویزیتور یا سیاهان میآیند و از او بازدید میکنند و این بود در مورد شاه جهان که بعد از اینکه شاه جهان میمیره و بعد از او اورنگزیب جانشینش میشه حتی پیش از اینکه او فوت کنه چون او هنوز در اسارت است که اورنگزیب بعد از یک ماه از اسارتش به تخت مینشینه دوستان عزیز امیدوار هستم که از برنامه امروز لذت برده باشین مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و برنامه امروز را در همینجا خاتمه می بخشم و هفته خوشی برای شما تمنا دارم خدا نگهدار اگر تصادف کرده اید، فوراً با دفاتر من برای مشورت تماس بگیرید. من، پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد. پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تلفن دفتر مرکزی 818-777-777-777. بانکوئت هال و رستوران میراش با شکوه‌ترین و مجلل‌ترین رستوران افغانی در امریکا آماده پذیرایی از شما همیهنان عزیز می باشد. بانکوئت هال و رستوران میراش بهترین و با شکوه‌ترین مکان برای مراسم عروسی، شیرینی‌خوری و سالگرد می باشد. شما همچنان می توانید فاتحه و ختم قرآن را در این مکان برگزار نمایید. ما در بانکوئت هال و رستوران میراش از عالی‌ترین مواد برای تهیه غذاهای خود استفاده می‌کنیم. غذاهای لذیذ و اصیل افغانی در بانکوئت هال و رستوران میراش خوشمزه‌ترند. ساعت پذیرایی 3 شنبه تا 1 شنبه از ساعت 11 صبح تا 8 شام، جمعه ها و شنبه ها از 11 صبح تا 9 شام. آدرس 22731 اسپن استریت، لیک فورست، کالیفرنیا. تلفن 949-716-43-23. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی.
مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچ کشی، پول وکیل و انسپکشن شمایی پرداخت می شود. اگر توسط عبیب رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سموی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآمده سازید. شماره تماس 647-229-85. Credit card debt can ruin your life. If you owe $10,000 and minimum payments are siphoning away your paycheck each month, you can get debt-free in less time than you think. I've paid $800 a month for the past 3 years and haven't changed the balance on my credit card. Get debt-free now has a program to reduce your debt, stop the harassing phone calls, avoid financial ruin, and settle for less than you owe. I feel like a huge weight has been lifted off my shoulders. You're pre-approved for our special hardship program if you owe $10,000 or more. Upon payment of your new lower balance, your debt will finally shrink until you are debt-free. My family no longer has 30 years of payments ahead of us at 20% interest. There's no fees until you see results. So call now. Make one monthly program payment and free up your cash. Resolve your debt. Call 800-274-4090. 800-274-4090. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it, better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate. And with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.